خسرو پرویز یکی از مشهورترین پادشاهان تاریخ ایران بود. او آخرین پادشاه و یا به عبارتی امپراتور مقتدر ایران محسوب می‌شد. او در جنگ‌های زیادی که با رومیان داشت، ثروت افسانه‌ای و بیشماری به دست آورد و به طمع ثروت‌اندوزی و رؤیای حکومت بر جهان همواره در حال لشکرکشی به کشورهای مختلف بود. اما سرانجام در یک کودتا که توسط فرزند او از همسر مسیحیش به قتل رسید و فرزند او وارث ثروت افسانه‌ای او شد. اما شیروی فرزند او که پدرش را به قتل رسانده بود، پس از یک سال بر اثر طاعون از دنیا رفت. مرگ شیروی باعث شد تا در گوشه و کنار ایران هر کسی به طمع ثروت افسانه‌ای ساسانیان ادعای حکومت بکند و کشور دچار جنگ و آشوب شد. اعراب همسایه ایران که به خاطر دین اسلام همگی متحد شده بودند، با شنیدن خبر آشوب و شورش در ایران موقعیت را برای حمله غافلگیرانه مناسب دیدند و شروع به پیشروی در مرزهای ایران کردند. یزدگرد سوم آخرین پادشاه ایران که اوضاع نابسامان کشور و پیشروی اعراب را می‌دید، تصمیم گرفت ثروت خزانه را از تیسفون، پایتخت آن زمان ساسانیان که در نزدیکی بغداد امروزی بود، خارج کند و به مکانی امن انتقال دهد تا بتواند با ثروت و گنج ساسانیان مجدداً ارتش را مجهز و اعراب بیابانگرد را از کشور بیرون براند. به همین دلیل یزدگرد از تیسفون خارج شد و گنج عظیم و افسانه‌ای ساسانیان را با خود به بیرون برد. سپاه اعراب در سال 14 هجری پس از تصرف ساحل شرقی فرات در محل قادسیه به فرماندهی سعد بن ابی وقاص با سپاه ایران به فرماندهی رستم فرخزاد با یکدیگر درگیر شدند و در این جنگ سپاه ایران شکست خورد و یکی از باارزش‌ترین گنجینه‌های ایران که همان درفش کاویانی که پرچم ملی ایرانیان بود و با سنگ‌های قیمتی و الیاف طلا و جواهرات قیمتی ساخته شده بود به دست اعراب افتاد. اعراب نادان که از ارزش این پرچم با ارزش بیخبر بودند، آن را تکه تکه کردند و در میان سربازان و فرماندهانشان تقسیم کردند. آنها بعد از 2 سال محاصره در نهایت شهر تیسفون را تصرف کردند و طبق معمول به غارت پرداختند. بنابر گفته تاریخ طبری، سپاه اعراب 60,000 نفر بود که به هر نفر 1200 سکه طلا رسید. البته این تعداد سکه از اموال مردم تیسفون بود و همانطور که اشاره کردیم، یزدگرد گنجینه شاهنشاهی را قبل از ورود اعراب از شهر خارج کرده بود. اما فرش معروف بهارستان که نظیر آن در دنیا وجود نداشت و امکان خارج کردن آن برای یزدگرد ممکن نبود، به دست اعراب افتاد. ابن اسیر از مورخان عرب در وصف این فرش چنین گفته است: این فرش از ابریشم خالص ساخته شده بود و ابعاد آن 60×60 متر بود. اطراف آن با زمرد آراسته شده بود و 18 ردیف از آن با جواهرات تزئین شده بود، 10 ردیف آن با یاقوت سرخ و 10 ردیف با یاقوت زرد و در حواشی این فرش از جواهرات شاهانه استفاده شده بود. اما اعراب که از ارزش این فرش ناآگاه بودند، آن را نیز تکه تکه کردند و در میان سربازان خود تقسیم کردند. ثروت مردم و کاخهای تیسفون به قدری بود که علاوه بر 1200 سکه‌ای که به هر سرباز رسید، 900 چطور نیز برای حمل مابقی غنیمت‌های جنگ به مدینه فرستاده شد. شهر تیسفون بعد از این غارت عظیم به آتش کشیده شد و هرگز به شکوه گذشته برنگشت. اعرابی که آنجا را فتح کردند، به مدینه ارسال می‌کردند. یکی دیگر از آثار شوم حمله اعراب، محو آثار علمی و ادبی این مرز و بوم بود. اعراب جاهل این آثار را به عنوان یادگار کفر به آتش می‌کشیدند و یا به آب می‌انداختند. سعد بن ابی وقاص پس از فتح شهرهای پارس و تیسفون و دستیابی به کتابخانه‌ها، در نامه‌ای از عمر خلیفه وقت کسب تکلیف کرد
و خلیفه در جواب او نوشت کتابها را در آب بریزید. پس از آوازه‌ای که در اثر کسب غنایم فراوان پس از فتح تیسفون به گوش اعراب رسید، قبیله‌های بیشتری که حتی مسلمان هم نشده بودند به سپاه اسلام پیوستند تا آنها هم از ثروت بی نصیب نمانند. یزدگرد که اوضاع کشور را وخیم می‌دید، تلاش‌های بسیاری برای متحد کردن ارتش انجام داد، اما چون تنها 25 سال داشت و بسیاری از سرداران او به دنبال ترور و یا به دست آوردن پادشاهی بودند، ناموفق بود. یزدگرد سرانجام سپاهی را که توانسته بود فراهم کند در اطراف نهاوند که در استان همدان امروزی قرار دارد جمع‌آوری کرد و جنگ سختی بین ایرانیان و تازیان شکل گرفت. در روزهای اول پیروزی با ایرانیان بود، اما در نهایت اعراب در این جنگ هم پیروز شدند. یزدگرد که در این جنگ شکست خورد، دستور داد تمام گنجینه پادشاهی را در 7 نقطه از بیابانهای اطراف نهاوند دفن کنند و خود برای جمع‌آوری سپاه به سمت شرق ایران و افغانستان حرکت کرد تا از نیروهایش در خراسان، بامیان و بدخشان کمک گرفته و بتواند کار اعراب را یکسره کند. اما بخت با او یار نبود و در میان راه توسط آسیابانی که او را نمی شناخت و به لباسها و جواهرات او طمع کرده بود کشته شد و با کشته شدن او راز محل دفن را هم با خود به گور برد. اما این پایان ماجرا نبود. گنجی که یزدگرد در 7 نقطه از بیابانهای اطراف نهاوند دفن کرد همچنان در دل خاک وجود دارد. اگر می‌خواهید بدانید که سرنوشت این گنج افسانه‌ای که مهمترین عامل حمله اعراب به ایران بود در حال حاضر چه شده و در چه نقطه‌ای و در چه محدوده‌ای قرار دارد، در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. تاریخ در اصل نمایشنامه زندگی انسان هاست و هر فرد برجسته‌ای نقشی در اجرای این نمایش را داشته است و دارد. تاریخ را به 2 صورت میتوان بیان کرد: یکی از قول مورخین و به کمک اسناد و مدارک مکتوب، و دیگری از طریق گفتگو با افراد کهنسال که شاهد و ناظر صحنه بودند. در اینجا قبل از اینکه بخواهیم به سرنوشت گنج ساسانیان که در اطراف نهاوند مدفون شده است بپردازیم، لازم است که کمی در مورد تاریخچه این شهر صحبت کنیم. یکی از دانشمندان و مورخان ایرانی نامگذاری نهاوند را با دلایلی به نوح نبی نسبت داده است و این نقل قول تا مدت‌ها مورد پذیرش همگان بود، تا اینکه سنگ نوشته‌ای در یکی از معابد مخروبه نهاوند کشف شد. این سنگ نوشته که در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود، حاوی اطلاعات جالبی است. در این کتیبه آنتیکوس سوم فرمانروای مقدونی تاریخ بنای نهاوند را سال 193 پیش از میلاد و به نام همسرش لاودیسه نامیده است. حال اینکه چگونه در طی قرون و اثار لاودیسه به نهاوند تبدیل شد، خود مبحث جداگانه است که باید با سند و مدرک ثابت شود. در چه زمانی لاودیسه به نهاوند تغییر نام پیدا کرده است؟ در هر صورت برمیگردیم به اصل مطلب و آن سرنوشت گنج ساسانیان بود که در اطراف نهاوند دفن شده است. همانطور که اشاره شد، یزدگرد پس از دفن گنج در بیابانهای اطراف نهاوند در راه سفر به افغانستان برای جمع‌آوری نیرو و لشکر در شهر مرو به دست آسیابانی کشته شد و گنج به دست فراموشی سپرده شد. ضمناً طبیعی است که شهر نهاوند هم به مرور زمان رشد و توسعه پیدا کرد و بخش‌هایی از زمین‌های اطراف نهاوند به خانه‌های مسکونی تبدیل شد. کوچه درازه در بخش شمال شرقی میدان پای قلعه فعلی بخشی از این خانه‌های مسکونی بود که در اوایل حکومت صفویه ساخته شد و دست بر قضا بخشی از گنج پنهان شده ساسانیان در وسط همین کوچه درازه واقع شده بود. سالها اهالی کوچه درازه به علت بیابی در مضیقه بودند و این بیابی ادامه داشت تا در زمان حکومت ناصرالدین شاه، یعنی حدود 150 سال پیش، چند نفر از ساکنین خیر کوچه درازه تصمیم گرفتند به صورت تعاونی و همیاری در وسط کوچه آبنباری احداث نمایند.
از اتفاقات نادر روزگار، محلی که برای احداث آبنبار در نظر گرفته شده بود، لایه فوقانی محلی بود که یکی از 7 محل گنج دفن شده یزدگرد ساسانی بود. بهتر است ادامه مطلب را از زبان یک شاهد عینی بشنویم. این گفتگو مربوط به سال 1320 یعنی 79 سال پیش است که معلمی جوان با یکی از بازاریان قدیمی نهاوند که شاهد عینی ماجرا بوده بیان می شود. این شخص بازاری خاندایی زرین برگساز نام داشت و او ماجرا را چنین تعریف می کند. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، اهالی کوچه درازه نهاوند تصمیم گرفتند آبنباری احداث نمایند و برای این مهم به کارگر احتیاج داشتند. من در آن زمان جوان بودم و جویای کار. به کارفرما مراجعه کردم. معلوم شد قبل از من 11 نفر دیگر داوطلب کار شدند. مقرر گردید از صبح روز بعد مشغول کار شوم. فردا صبح هر 12 نفرمان سر کار حاضر شدیم. معمار و سازنده آبنبار محوطه‌ای را وسط کوچه درازه به ابعاد 4 متر طول و 3 متر عرض علامت گذاری کرده بود و به ما گفتند باید زمین را تا عمق 4 متری حفاری نماییم. جمعی از ما مشغول کندن زمین شدیم و عده‌ای از کارگرها هم خاک را به محل دیگر منتقل می کردند. به همین نحو کار را ادامه می دادیم تا به عمق 3 متری زمین رسیدیم. چند نفری که در گودال کار می کردیم خاکها را به وسیله دلو به بالا می فرستادیم و کارگرانی که در بالا بودند خاکها را جا به جا می کردند. غروب یکی از روزها کلنگ یکی از کارگران به ساروج برخورد کرد. همه را صدا زد و همگی به همان نقطه هجوم بردیم و بالاخره با سختی قطعه ای از ساروج را جدا کردیم. آنچه عیان گردید بسیار عجیب بود و همه را به آستانه جنون رساند. خزانه نمودار شد که مملو از طلا و جواهرات رنگارنگ و سکه های طلا بود. جام های طلا با نقش های گوناگون، بشقاب طلا، کوزه طلا، لیوان، مجسمه و اشیای قیمتی دیگر مزین به جواهرات و نقش‌های بدیع چشم‌ها را خیره می‌کرد. تا مدتی همگی خود را فراموش کرده بودیم و جسمی برای ما وجود نداشت و فقط روح سرگردانی بودیم. همکاران ما هر چه ما را صدا می‌کردند نمی‌شنیدیم. آنها تصور کرده بودند بلایی سر ما آماده است. از این رو متوحشانه به پایین آمدند. با دیدن این همه گنج آنها هم از خود بی خود شدند. به هر حال پس از مدتی به خود آمدیم و قلب های ما کمی آرام گرفت. بلافاصله روی خزانه را پوشاندیم و هیجان زده و سردرگم بیرون آمدیم و قرار گذاشتیم نصف شب که مردم در خوابند برای بردن گنج در محل حاضر شدیم. ساعت 12 شب هر 12 نفرمان با اسب و الاغ و قاطر و کمکی به کوچه درازه رفتیم. یکی از کارگران که علی نام داشت با 2 قاطر و زن و بچه و مقداری اساسیه آمده بود. وی تا حدی که می توانست از ظروف طلا و جواهرات و مسکوکات طلا بار کرد و همانجا از همه خداحافظی کرد و عازم کرمانشاه شد. این همان شخصی بود که از کرمانشاه به عراق رفت و به آقای علی طلایی مشهور شد. ما 11 نفر با کمک هایی که همراه خودمان آورده بودیم خزانه را که 2 متر عمق و 3 متر قطر داشت و اشیا را که به طور منظم چیده شده بود همه را بار کردیم و هر کدام هر مقدار که می توانستیم به خانه خود بردیم. از خاندایی پرسیدم در تقسیم گنج ها بین شما اختلافی پیش نیامد؟ خاندایی گفت اشیا به اندازه زیاد بود که اگر همه اهالی محل هم جمع می شدن می توانستن هر کدام سهم قابل ملاحظه‌ای ببرند. فردا صبح که مردم نهاوند سکه های زیر دست و پا افتاده را در گوشه و کنار محل پیدا کرده بودند، حس کنجکاوی همه تحریک شده بود و با کشف محل دفن گنج ها در همانجا جمع شده بودند و قوغا بالا گرفت. ظفر السلطان حاکم نهاوند در همان روز از ماجرا با خبر شده بود. بلافاصله دستور داد هر 11 نفر را دستگیر نمایند. ماموران ظفر السلطان هر 11 نفر ما را دستگیر و کتبسته به حضور او بردند و ما را به بیرونی حیاط که بسیار بزرگ بود هدایت کردند.
در وسط حیاط دو دیگ بزرگ پر از آب که هر کدام گنجایش دو گوسفند را داشت روی اجاق‌های مخصوص که با هیزم گرم می‌شد بار گذاشته بودند و آب هر دو دیگ قلقل کنان می‌جوشید. ظفر و سلطان به اتفاق چند نفر تفنگچی وارد بیرونی شد و بلافاصله از نفر اولی پرسید گنج را چه کار کرده ای؟ آن بخت برگشته جواب داد جناب خان خلاف به عرضتان رساندند. ما فقیر و بیچاره ها گنجمان کجا بود؟ به محض اینکه خان این پاسخ را شنید آن جوان را از زمین بلند کرد و قصد داشت او را توی دیگ بیندازد که هر ده نفر به پای محمد خان افتادیم و قسم خوردیم که از گنج حتی یک سکه را برای خودمان نگه نداریم و همه را تحویل دهیم. پس از آن ظفرالسلطان برای هر کدام چندین مأمور تعیین کرد. به خانه رفتیم و هر کدام هر مقدار گنج و زیرخاکی برده بودیم همه را به منزل ظفرالسلطان حمل کردیم. بعدن او دستور داد 11 نفرمان را در بیرونی نگه دارند و انصافاً به طرز آبرومندی از ما پذیرایی کرد. لباس‌هایمان را تعویض کردند و بعد از 2-3 روز پذیرایی مجدد ما را به حمام راهنمایی کردند. و پس از استحمام ظفرالسلطان ما را احضار کرد و به اتاق بزرگی وارد شدیم. در وسط اتاق قرآن بزرگی گذاشته بودند. آنگاه ظفرالسلطان محرمانه به ما گفت چون مقدار گنج زیاد است مجبور است بخش عمده ای از آن را مدفون نماید و شما می بایست این کار را انجام دهید، ولی قبلا باید به این قرآن قسم بخورید تا زمانی که زنده هستید حتی تا دم مرگ محل دفن را لو ندهید. هر کدام به نوبت بیرون رفتیم و وضو گرفتیم و برگشتیم و دست روی قرآن گذاشتیم و قسم یاد کردیم که از دفن گنج تا آخر عمر کسی را باخبر نکنیم و محل دفن را بروز ندهیم. سپس محلی را که برای دفن گنج در نظر گرفته بودند آماده کردیم و گنج را مدفون نمودیم. ظفرالسلطان به ازای این همکاری به هر کدام از ما سرمایه‌ای داد تا به وسیله آن مشغول کسب و کار شویم. از خاندایی پرسیدم آن 10 نفر کجا هستند و آیا بعد از این ماجرا هیچ کدام درباره این رویداد حرفی نزدند؟ خاندایی گفت دوستان من همگی پایبند قول قرارشان بودند و با سوگندی که یاد کردند هرگز این راز را افشا نکردند. ضمناً در حال حاضر هیچ کدام از آن 10 نفر زنده نیستند و همگی این راز را با خود به گور برده‌اند. من هم به دنبالشان خواهم رفت. به خاندایی گفتم شماها قسم خورده بودید که سکوت کنید. نوکرها و اطرافیان که ناظر ماجرا بودند چی؟ خاندایی گفت در دفن گنج فقط و فقط ظفرالسلطان بود و ما 11 نفر و دفن گنج به طور محرمانه انجام شد. این گفتگو در 79 سال قبل با خاندایی انجام شده. روانش شاد باد. به نظر می رسد همکنون این گنج در نهاوند همچنان مدفون مانده باشد تا روزگار بعدها چه پیش آورد. در پایان لازم است یادآوری نماییم که اگر گنج به دست ظفرالسلطان بزرگ نمی افتاد با توجه به شرایط آن روزگار مسلماً آن همه شیء قیمتی به غارت می رفت. بنابراین عمل پسندیده ظفرالسلطان در دفن مقداری از گنج قابل ستایش است، چون به هر صورت این میراث فرهنگی و سرمایه عظیم مملکت در دل خاک محفوظ ماند و می توان امیدوار بود که مسئولان وقت با بررسی و کاوش‌های دقیق این سرمایه ملی را کشف و با نگهداری در موزه‌ها آنها را احیا نمایند.